بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز، به چینل یوتیوب اسلام تاگ افغانستان خوش آمدید. به امید صحتمندی و سلامتی تک تک شما عزیزان. دوستان عزیز، حالت فعلی که بالای فلسطین یا غزه است میتوان تشبیه کرد به غزوه خندق که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و یارانش در محاصره دشمن قرار داشتند و آب و غذا بالایشان قطع شده بود. حتی رسول الله مبارک از گرسنگی به شکم خود سنگ‌ها را بسته کرده بود و از طرف دیگر تعداد دشمنانشان بسیار زیاد بود که به ده‌ها هزار نفر می‌رسید. اما الله سبحانه تعالی پیروزی را نصیبشان نمود. همچنان حالت فعلی غزه که تمام دشمنان اسلام متحد شدند به نابودی آنها و کشورهای اسلامی هم تماشاچی بیش نیستند. طبق پلان اسرائیل که تمام آمادگی حمله زمینی را به غزه گرفته بود، اما کار الله سبحانه تعالی را ببین که در این چند روز باران شدید و غبار مانع حمله زمینی اسرائیل به غزه شده است. اسرائیل وقت بسیار محدود به مردم غزه داده بود تا او شهر را ترک کنند و اسرائیل قادر به تصرف کلی غزه شود، اما حالات اقلیمی، باران و غبار مانعشان شده و بدون شک که حق بر باطل پیروز شدنی است. ای وعده الله سبحانه تعالی است. معرفی مختصر مسجد الاقصا. مسجد الاقصا اولین قبله، سومین مسجد مقدس و مکان اسرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. قرنها پی در پی مرکز تدریس علوم و معارف تمدن اسلامی و میدان برای اجرای محافل و مراسم شاهانه بود. مسجد الاقصا دارای چندین ساختمان است و در برگیرنده نشانه های متعدد می باشد که تعداد آن به صد نشانه می رسد که شامل گنبدها، طاقها، محرابها، منبرها و دیگر نشانه هاست. ساحه مسجد الاقصا شامل دو مسجد می گردد: قبة الصخره که دارای گنبد طلایی رنگ و مسجد القبله که دارای گنبد سیاه رنگ می باشد. مساحت مجموعی آن 144,000 متر مربع است که ششم حصه شهر قدیمی را احتوا نموده است. شکل آن مانند مستطیل غیر منظم است. طول ضلع غربی آن 402 متر، شرقی 462 متر، شمالی 310 متر و جنوبی 281 متر می باشد. نام مسجد الاقصا در آیه اول سوره اسراء آمده است و به معنای دورترین مسجد است و از آنجایی که نخستین قبله مسلمانان بوده، برای مسلمانان جهان از تقدس خاص برخوردار است. عده‌ای از یهودیان با اعتقاد به این که بقایای معبد هیکل، معبدی که سلیمان علیه السلام به دستور خداوند آن را ساخت، در زیر مسجد الاقصا واقع شده، بارها سعی در تخریب این مکان مقدس داشتند که در یکی از این اقدامات منبر مخصوص با قدامت 800 ساله که در این مسجد قرار داشت به کلی از بین رفت. این مسجد از نگاه مساحت و بزرگی در بین مساجد دنیا در رتبه 20 قرار دارد. یک انجینیر از مصر سوال کردند که کدام شخص در اسلام مسجد الاقصا را اعمار کرد. نظریات متفاوت در این باره وجود دارد که کی مسجد الاقصا را اعمار کرد. بعضی ها می گویند آدم علیه السلام، بعضی ها می گویند یکی از پسران وی و بعضی دیگر می گویند که ابراهیم علیه السلام. اما تا جایی که از حدیث بگویم، در دو حدیث بخاری و مسلم متفق علیه که از جمله احادیث قوی هستند، در صحیح البخاری جلد 4 حدیث شماره 3366، به همین شکل در صحیح مسلم جلد 2 حدیث شماره 1161، ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که اولین مسجد که در روی زمین اعمار شد کدام بود و ایشان فرمودند
مسجد الحرم در مکه. و ابو هریره رضی الله عنه پرسیدند دومین مسجد کدام بود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسجد الاقصا. و ابو هریره رضی الله عنه پرسیدند چی مدت زمان بین اعمار این دو مسجد گذشته؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 40 سال. بنابر این حدیث که در بخاری و همچنان در مسلم موجود است که از جمله قوی ترین احادیث است، بنابر اساس این حدیث نظر علما مبنی بر اعمار مسجد الاقصا این است که آدم علیه السلام یا یکی از پسران وی مسجد الاقصا را اعمار نبوده است. حدیث از ابن ماجه حدیث شماره 1408 که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سلیمان ابن داوود، سلیمان علیه السلام فرزند داوود علیه السلام، به خداوند این 3 دعا را کرد و خواستار 3 چیز شد: یکی که مرا قضاوت کننده خوب بساز، و دوم سلطنت به من بده که هیچ کسی بعد از من نداشته باشد، و سوم این که هر کسی که به مسجد الاقصا برای عبادت و دعا می آید گناهانش را بیامرز، مثل نوزادی که از مادر تولد شده است. Anyone who comes to Masjid Aqsa solely to pray, forgive all his sin as though he will be newborn from the womb of his mother. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که دو خواست و دعای اول سلیمان علیه السلام قبول شد و ما دعا میکنم که دعای سومش هم قبول شود. That even the third is fulfilled. پس به اساس این می دانیم که سلیمان علیه السلام مسجد الاقصا را بازسازی کرده است، اما اولین کسی که مسجد الاقصا را اعمار کرده یا آدم علیه السلام بوده و یا یکی از پسرانش، و بعداً توسط سلیمان علیه السلام بازسازی شده. So based on this we come to know that Solomon علیه السلام he rebuilt the Masjid Aqsa, but the first person who built was either Dawud علیه السلام. The first person who built was either Adam علیه السلام or one of his sons, and then it was rebuilt by Solomon علیه السلام. و می دانید که نظر به تاریخ، در تاریخ آمده که مسیحیان و یهودیان کنترل مسجد اقصا را داشتند و اسناد تاریخی وجود دارد که چگونه آن را تخریب و دوباره بازسازی کردند. And for that you can listen to my talk on the virtue of the Masjid Aqsa, which gives the details.